د تلویزیون ډیرو قدرمنو لیدونکو سلام. نن د کار او ټولنیزو چارو وزارت خپل سل ورځنی پروګرام وړاندې کړل. اغلې نسرین نوریاخیل د وزارت وزیر په دغه سل ورځنی پلان کې څو مواردو ته اشاره وکړله. یو له هغې څخه دا و چې کاري فرصتونه باید ایجاد شي. هغې ټینګار په دې باندې کوه چې یوازې د کار او ټولنیزو چارو وزارت نشي کولای چې کاري فرصتونه ایجاد کړي، بلکې باید اړوند ادارې او وزارتونه په ګډه سره د کار لپاره زمینه مساعده کړي. د کار د ملي کمیټې د ایجاد خبره وکړله چې ګڼ شمېر وزارتونه باید د دې کمیټې عضویت لري او مشري به یې خپله ولسمشر غني پر غاړه لري. دا کمیټه به وشي کولای چې د خلکو لپاره کار ایجاد کړي. کار په افغانستان کې یو له هغو جدي ستونزو څخه بلل کېږي چې د نامنیو ایجاد هم تر ډېره بریده پورې د بیکارۍ پورې تړل کېږي. اغلی نسرین نوریاخیل زیاته کړله چې دوی به هڅه وکړي تر څو پورې کاري فرصتونه ایجاد کړي. اوس یې هم 202 پوستونه اعلان کړي دي تر څو پورې د کاري فرصتونو برخه کې ښه زمینه ورته مساعده شي. دې تر څنګ د حقوقو مسلې ته اشاره وکړله. تقاعد حقوق باید لوړ شي. همدارنګه په خصوصي سکتور کې چې کوم کسان کار کوي هغوی ته هم باید د تقاعد حقوق ورکړل شي. همدارنګه د کار په قوانینو کې د تغییر مسله هم مطرح کړله چې ځینې ستونزې په قوانینو کې شته او دا باید حل شي. دې تر څنګ د کار د قانون څخه د نظارت مسله هم ډیره مهمه وله چې د ورته اشاره وکړله چې د کار له قانون څخه هم باید نظارت تر سره شي. لکه د نورو وزیر صاحبانو اغلی اوریاخیل هم د فساد مسلې ته اشاره وکړله او ویل چې فساد په وړاندې به مبارزه هم د دې پر راتلونکو په سلو ورځو کارونو کې وي او همدارنګه د شهیدانو او د متقاعدینو لپاره به په راتلونکو سلو ورځو کې د 50,000 کسان چې متقاعد شوي دي هغوی به سیستم ته واچول شي او د برقي سیستم لارې نه به هغوی خپل معاشونه واخلي. په ننني بحث کې د کار په ایجاد باندې خبرې کوو. د کار د وزارت د راتلونکو سلو ورځو پروګرامونو باندې به خبرې کوو چې څنګه کارونه ایجادولی شي، تقاعد برخه کې کوم تغییرات راولي، قوانینو برخه کې کوم تعدیلات او تغییرات مهم دي، او بالاخره د کار کمیټه چې ایجادیږي دا به څومره وشي کولای چې کاري فرصتونه ایجاد کړي، او د دغه کمیټې د کار څرنګوالی به څه ډول وي. په بحث کې راسره د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویاند ښاغلی علي افتخاري دراسر. افتخاري صاحب بسیار خوش آمدید. مثل که ما هم اشاره کردم میشه که فشرده تر شما هم بفرمایید در 100 روز آینده کدام کارها رو روی دست داریم؟ برنامه هایی که امروز وزیر صاحب ارائه کردن در مجموع شما اشاره کردین از موضوع ایجاد یک کمیته مبارزه با فساد اداری که در قالب کمیته بیشتر اعضای بیرونی یعنی بیرون از وزارت حضور خود داشتن تا وزارت کار امور اجتماعی، در مثلا از نهادهای جامعه مدنی و سایر نهادها که امور نقاط آسیب پذیر بررسی بکنن و گزارش بدن به رهبری وزارت ده. و بازنگری قانونی کار که یکی از نگرانی های همیشگی وزارت کار امور اجتماعی بوده، چون وقت بحث کار در افغانستان مطرح است همواره دو نگرانی مطرح است، یکی از بالا بودن نرخ بیکاری و یکم از برخوردهای سلیقه‌ای در جریان کار توسط کارفرما با کارگر که صورت میگیره. چون بررسی هایی که ما همواره داریم در نهایت ما میتونیم که نقش مشوره دهی داشته باشیم. در سر هر کدام شفت خیر سب ان شاء الله مفصلا صحبت میکنیم. در مجموع کدام موارد؟ یکی خوف فساد است، دیگر ایجاد کار و تعدیل قوانین. ایجاد کار که از طریق شورای عالی کار یا کمیته ملی کار که رهبری کمیته را شخص رئیس جمهور خود داشتن، دلیل یا فلسفه ایجاد کمیته ملی کاری است که در گذشته ما یک سری هماهنگی با نهادهای سکتوری داشتیم، چون وزارت کار خودش یک نهاد کارآفرین نیست، اما چون یک مرجع زی صلاح مسئولیت ازیر نداشت، در خیلی از موارد نهادهای سکتوری دیگه امو مسئولیت هایی که برش تعریف می شد زیاد نسبت به او پابند نبودن. بنان ما فکر کردیم که اگر رای حلی که می تانه همه را مسئول بار بیاره و همه نسبت به او پاسخگو باشه، یک کمیته ملی کار تعریف شود صحیح. که وزارت کار و سایر نهادهای سکتوری که می تانه که کارآفرین باشد در قالب نهاد فعالیت میکنه، در قالب کمیته در پلوی کمیته مسئله متقاعدین هم مطرح شد. دقیقا موضوع دو نگرانی که ما از بخش متقاعدین و توزیع معاش معلولین و خانواده شهدا داریم، واسه پذیری دو بخش هم یکی از برنامه های صد روز است که ما فعلا در حدود 44,000 نفر از متقاعدینی که وارد سیستم جدید تقاعد شده فعلا معاش خود از همین سیستم گرفته و قرار است تا ختم صد روز را 50,000 نفر مکمل از 90,000 نفر که ما متقاعد داریم که معاش خود میگیره. البته در مجموع متقاعدین بیشتر از 200,000 نفر، اما اونایی که
قطع رابطه نکردن و ماش خود از وزارت کار عمر اجتماعی میگیرن در حدود 95,000 میشه که از این مجموعه 50,000 باید تا ختم 100 روز عملا از طریق سیستم جدید تقاعد باید ماشاتشون دریافت بکنن و برای عملی شدن سایر افراد یا جذب از اونها در قالب سیستم جدید تقاعد هم در برنامه 100 روز نخست خود بود که اینا باید کار شوارویشه، چون یکی از نگرانی های ما در بخش خزینه تقاعد در واقع طولانی بودن پروسه و غیر الکترونیکی و غیر بانکی بودن معاش متقاعدین بود. مثلا یک متقاعد می آمد روزها منتظر می ماند، بعد به خاطر گرفتن معاش یک پروسه بسیار طولانی اداری باید طی می کردن تا به معاششون می رسید. ما حتی اسناد و شواهد داریم، ما افراد اشخاص از همین کارمندان خزینه تقاعد ما با سرانوالی معرفی کردیم، با امنیت ملی معرفی کردیم که اینا کار یک تعداد افراد قصدن پس منداخت تا اینکه مثلا یک توقع ایجاد شوه و او حاضر شوه که یک مقدار از معاش خود درست یکی خب مسئلهش مشکل طولانی بودن پروسه بود، هم مشکل خود داشت و در ضمن فساد داخل پروسه هم یکی از مشکلات جدی بود. شروع میکنیم از ایجاد کار، میشه که مفصلا سرش صحبت کنیم. کمیته ملی کار که ایجاد میشه واقعا از کدام وزارتخانه متشکل است و کدام کارا را پیش میبره؟ وزارتخانه های مختلف عضویت خود داشتن، البته این موضوع در آجندای بحث رهبری دولت داده شده که روی ازی فکر شده و تا جایی که ما گزارش داریم و وزیر صاحب هم صحبت کرده با رهبری دولت موافق است با این طرح که وزارتخانه های سکتوری مثل معادن و زراعت و آب و برق و در مجموع امین نهادهای سکتوری که توسط از او و سکتورهای خصوصی که توسط از اونا کار ایجاد میشه باید عضویتی کمیته داشته باشه و در این کمیته صلاحیت های هر نهاد تعریف میشه. مثلا ما اگر بخوایم روی ایجاد کار پایدار در افغانستان صحبت بکنیم، این زمان امکان پذیره که ما یک سکتور زراعت مدرن داشته باشیم، معادن ما استخراج شوه، موضوع آب و برق و کلی مسائلی که مطرح میشه اینا در یک هماهنگی با وزارت کار عمر اجتماعی، در یک هماهنگی با این مفهوم که ما اگر بخوایم زراعت مدرن و مکانیزه بسازیم ما به نیروی انسانی مسلکی ضرورت داریم. ضمن از اینکه وزارت زراعت مکلفیتش میکنه ساختن سکتور زراعت هست، از این طرف وزارت کار این مسئولیت داره که همون نیروی بشری مسلکی رو در اختیار وزارت زراعت قرار بده که با کدام لول از اینا ظرفیت سازی شوه، در کدام بخشا، با چی تعداد ما، در وقتش هم تعیین شوه، در چه مدت زمانی. یا مثلا سکتورهای خصوصی اگر برای پروسیس محصولات زراعتی سرمایه گذاری بکنن، اینا هم بدون شک به مو نیروی انسانی مسلکی باز هم ضرورت داره که وزارت کار عمر اجتماعی باید تامین بکنه. بخش معادن هم رقم است، بخش آب و برق هم رقم است و سایر نهادها و رهبری کمیته هم خود رئیس جمهور، شخص رئیس جمهور غنی به عهده داره. شما این مسئله رو پیشنهاد کردین، وزارت شما این مسئله رو پیشنهاد کرد با یک کمیته کار ایجاد شوه، فکر میکنین که باز قوانین و مسائلی که سرایتان به یک نوع مشکل آفرین پیدا میکنه یا هم به یک نوع وزارتخانه ها فعلا کمک نمیکنه؟ در بخش هماهنگی هم کمک شده میتونه میکمیته کمک کرده میتونه. در واقع فلسفه وجودی می کمیته اینمی است که هماهنگی ها بیشتر شود. هرچند ما در گذشته هم هماهنگی های بین الوزارتی داشتیم، اما چون امی نشست ها از طرف یک مرجع بالاتر از حداقل سطح وزارت رهبری نمیشد، در خیلی از مورد خیلی از نهادها همون مسئولیتی که برشان تعریف میشد یا برش داده میشد محول میشد، تلاش میکرد که سر باز بزنه و مسئولیت خود نپذیره. به این خاطر ما در قالب یک ساختار کلانتر گرفتیم که رهبری از رئیس دولت داشته باشه و او زمان تا جایی که ما معلومات داریم و صحبت‌های هم کردیم و نظرخواهی هم با نهادهای سکتوری کردیم، همه خوشبختانه با این طرح وزارت کار عمر اجتماعی موافق است و همه تلاش به اینه که چطور مثلا یک خلایی که یک نهاد داره و نهاد دیگه او چطور کمک بکنه یا او سپورت بکنه. که من مثالای عینیش به شما گفتم، مثلا اگر ما مشکلات داریم یک نهاد دیگه چطور ما رو میتونه کمک بکنه، یا اگر مثلا یک نهاد دیگه مشکلات داره شما رو کمک مثلا نیازمندی‌هایی داره که ما بتونیم اون رفع بسازیم، ما باید مسئولانه مطابق به اون برنامه‌هایی که تعریف میشه باید وظیفه انجام بدیم و در نهایت منجر به یک توسعه اقتصادی که کار پایدار ضمانت بکنه میشه. بخش داخلیش است ایجاد کار و فرصت‌های کار داخل افغانستان ایجاد میشه، در بخش خارجی هم کار میکنن. یک راه یا یک راه حلی است که
مثلا در بخش خارجی یا کارگرا را به خارج از کشور ارسال بکنین. چند پیش مسئله سعودی عربستان مطرح شد که 100,000 کارگر وعده کردن، دی بخش هم کار میشه؟ بدون شک وزارت کار عمر اجتماعی طرحهای کوتاه مدت و دراز مدت داره که در کوتاه مدت امکان پذیر نیست که ما بیم مثلا یک شبه یا یک در یک سال یا در دو سال ما بیم سکتور زراعت مدرن بسازیم، سرمایه گذاری ها روی زیربناهای اقتصادی صورت بگیره، معادن ما استخراج شود، امکان پذیر نیست. ما در نخست تلاش ما یه که مشکل بیکاری از طریق کشورهای نیازمند نیروی کار حل بکنیم که صحبت هم جریان داره و امضای تفاهم نامه با عربستان سعودی نهایی شده، خصوصا از دولت از سوی دولت جمهوری اسلامی افغانستان، و در آخرین فرصت هم یک تیم تکنیکی عربستان سعودی به افغانستان آمد که امو ظرفیت نیروی انسانی ما را ارزیابی بکنه، بررسی بکنه، که خوشبختانه ارزیابی از اونام مثبت بود که با امضای تفاهم نامه دو مشکل عمده کارگرای ما که در عربستان فعلا در عربستان کار میکنن و کسایی که بیکار هستن حل خواهد شد. ما فعلا تعداد زیادی از افغانایی داریم که در عربستان و کشورهای عربی از طریق پاکستان رفتن در اونجا کار میکنن با پاسپورت پاکستانی. اینا اگه در جریان کار با مشکل مواجه میشه از اینا دادخواهی صورت نمیگیره، به دلیل از اینکه سفارت های پاکستان مربوط کشورها میفهمن که اینا اساسا افغانی هستند، و از طرف دیگه سفارت های افغانستان در کشورها اسناد نداره که دادخواهی بکنه که اینا افغانی است، چون اونا با پاسپورت پاکستانی است. بنان با یک مشکل بسیار کلان نمواجهن، و از طرف دیگه بخش اعظم از درآمد از ناوارد سیستم اقتصادی پاکستان میشن و یک مشکل دیگه میتونه برای درست. یعنی هم در داخل کشور عربستان، صرف کشور عربستان است که شما تفاهم نامه امضا کردین و هم شروع امضا نشده؟ تفاهم نامه قرار است امضا شوه و بعد از عربستان با امارات متحده عربی به تعقیب همون تفاهم نامه همه جانبه که رئیس جمهور با امارات متحده عربی امضا کرد، قرار است یک تفاهم نامه ایجاد کار هم به شکل خاص بین امارات متحده عربی و دولت افغانستان، خصوصا وزارت کار، امضا شوه که بر مبنای این تفاهم نامه همین دو مشکلی که در عربستان ما داریم، عین مشکل ما در امارات متحده عربی هم داریم، که با امضای دو تفاهم نامه این دو مشکل ما در آینده حل خواهد شد. هم زمین کار فراهم میشه و هم از لحاظ اقتصادی ما یک دستاورد خود داشته و این در کوتاه مدت ممکن است که زود یعنی انجام شود. یگانه راهی که در کوتاه مدت ما بتانیم امی است و وعده هایی هم که کشورها دادن در آینده نزدیک قرار است که تفاهم نامه ها امضا شود. واقعا ما خود داخل افغانستان اونقدر ظرفیت وجود نداره. مثلا حالا شما 272 پست اعلان کردین، بیشتر از 13,000 نفر دو ثبت نام کرده، یعنی مشکل کار و ایجاد کار در افغانستان مشکل است و این میتونه که یک راه حل موقتی و کوتاه مدت باشه که نتیجه دقیقاً و در دراز مدت ما طرفدار از این هستیم که نیروی کار ما برن کشورهای دیگر آباد بکنن و افغانستان کماکان در بدبختی به سر ببره، و این راه حل منطقی و قانونی بر دراز مدت نیست، بلکه ما باز هم تاکید میکنیم که یگانه راه حل بر کوتاه مدت هست که ما حداقل در کوتاه مدت مشکل ما حل بکنیم، تا اینکه در دراز مدت امو سرمایه گذاری ها روی امو بخش هایی که اشاره شد صورت بگیرد، تا حداقل از این طریق ما هم شاید یک توسعه اقتصادی باشه و این توسعه اقتصادی در واقع کار پایدار ما را ضمانت خواهد. درست، در بخش تقاعد هم شما اشاره فرمودین سیستم جدیدی را که ایجاد میکنین، در 100 روز نخست 50,000 متقاعد داخل سیستم میکنین و از طریق سیستم باید معاش بگیره، چگونه است این سیستم جدید؟ سیستم جدید به گونه ای که قبلا یک کسی که از یک اداره به تقاعد سوق داده میشد باید پروسه بسیار طولانی را طی میکرد تا اسنادش را تکمیل کنه با وزارت کار عمر اجتماعی بیاره، و وزارت کار عمر اجتماعی هم باید پروسه بسیار طولانی را طی میکرد تا اینکه به عنوان یک متقاعد شناخته میشد. فعلا ما نهادهای مختلف دولتی را یک تعداد کارمندای مشخص که در اون بخش کار میکنن ما آموزش دادیم، ما آنلاین با اونا در تماس هستیم، هر فردی که از او اداره به تقاعد سوق داده میشه بدون از اینکه او سرگردان شوه به اداره او اداره بوده و فرم از اون آنلاین خانه پوری میشه، کار از اداره از اون تکمیل شد به اداره ما دوباره آنلاین فرستاده میشه، و در اداره ما وقتی که میرسه فقط بعد از بررسی کارت بانکی در اختیار متقاعد داده میشه که هم پروسه رو کوتاه میسازه. مثلا در گذشته اگر یک متقاعدی که به تقاعد سوق داده میشد ممکنه یک ماه 20 روز دنبال اسناد میگشت و این در مدت زمان 2-3 روز که بدون از اینکه خود از اینا زحمت بکشه، کارمندایی که ما آموزش دادیم بر بوته اون اداره است اینا کارهای اینا رو انجام میده، با ما معرفی میکنه و ما
یک کارت الکترونیکی بانکی هم در اختیار از اونا قرار میدیم که اینا بدون از اینکه به دروازه خزینه تقاعد مراجعه بکنن، ماهانه امو معاشی که برش در نظر گرفته میشه به مو حساب از اونا به بانک ریخته میشه، بدون از اینکه این معاش به دست نفر دوم برسه تا به نفر سوم و بگنه و روی فساد هم گرفت، جلو فساد هم گرفته بشه. شما گفتید که تقاعدی که کارمندایی که در بخش خصوصی کار میکنن واقعا تقاعد ندارن و آیندهشان بسیار معلوم نیست، صرف قرارداد با کارگر و با کارفرماست و تعقیب نمیشه، در حالی که قوانین کار این قسم نمیگه. یعنی یک مسئله جدی تعقیب قوانین کار است. یعنی در بخش سکتور خصوصی مسئله تقاعد چه قسم است؟ هرچند در قانون کار متاسفانه موضوع صراحت نداره و دو سال گذشته به اساس یک تفاهمی که به اساس هدایت رئیس جمهور بین وزارت کار و سکتورهای خصوصی شده بود که سکتورهای خصوصی تا مدت زمانی که ما طرز العمل تقاعد سکتورهای خصوصی را آماده می‌سازیم با هر کارمندی که قرارداد بسته میکنه باید بعد از 12 ماه یک کارمند کار میکنه باید 13 ماه معاش بر از اونها بپردازه. یک ماه معاش را تحت عنوان تقاعد باید به کارمند از طرف کارفرما پرداخته شود و ما بعد از عملی شدن سیستم جدید تقاعد بدون شک روی همین طرز العمل کار ما هست که باید کسایی که در سکتورهای خصوصی کار میکنه باید شامل سیستم تقاعد شود. درست. و مسئله قوانین در دین بخش تقاعد و در مجموع قوانین کار چقدر مشکل داره؟ واقعا ضرورت داره به تعدیل؟ بدون شک نیاز به بازنگری هست و بعض موارد پیشنهاد هم شده، خصوصا در این بخشی که ما از جریان کار در نهادهای خصوصی و دولتی ما نظارت بکنیم. در اینجا نظر به قانون کار فعلی ما وقتی میریم یک اداره ایکس بررسی میکنیم و میبینیم که در حق یک شخص یا یک کارمند از سوی کارفرما هیچ جفایی صورت گرفته، از لحاظ حقوقی هیچ نوع صلاحیتی بر ما تعریف نشده که ما با اونا برخورد قانونی بکنیم یا اونا رو به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی بکنیم. که مثلا به طور مثال یک از موارد پیشنهادی در قانون کار اینمی است که بعد از این هم خود وزارت کار امور اجتماعی میتونه که برخورد قانونی داشته باشه نظر به قانون کار و هم صلاحیت معرفی شخص متخلف رو به ارگانهای عدلی و قضایی داشته باشه، که یکی از مواردی که فعلا در خیلی از موارد که واقعا جای نگرانی است و ما اسناد شواهد هم داریم که کارفرماها سلیقه‌ای برخورد میکنن، از قسمت تعیین معاش کارمند گرفته تا وقت کار، بیمه صحی مرتبط با کار، وسایل امنی کار، رخصتی، تمام مسائل در ادارات خصوصی در خیلی از ادارات سلیقه‌ای است تا بر مبنای قانونی کار باشه. به دلیل از اینکه ما هم همین صلاحیت نداریم که بر از اونها تعیین تکلیف بکنیم و صلاحیت از این هم نداریم که اونا رو به ارگان‌های عدلی و قضایی بسپاریم و همین صلاحیت به یک نظارت هم کن ساخته، نظارت درست هم از قوانین که از تدبیق قوانین صورت میگیم. ما وقتی با یک مشکل برمیخوریم، وقتی رو ما نتانیم به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی بکنیم، اینجا در واقع دست کارفرما باز است دیگه که هر نوع برخوردی که داشته باشه با میتونه سر یک کارگر اعمال بکنه. در حالی که ما بعد از بازنگری قانون کار، البته ما فعلا همین برنامه رو شروع کردیم که به کل نهادهای خصوصی ما رسما مکتوب دادیم که باید کل پالیسی منابع بشری خود باید مطابق قانون کار بسازند و از طرف دیگه بعد از ساختن پالیسیشان که مطابق قانون کار میشه هم پالیسی منابع بشریشان باید 3 نقل قرارداد وجود داشته باشه، کپی قبول نیست. یک نقل پیش کارفرما باید باشه، یک نقل پیش کارگر و یک نقل هم باید بفرستن به وزارت کار. درست. منطق از ایه که ممکنه یک کس در جریان کار با مشکل مواجه باشن یا قانون کار رو نمیفهمن یا امو مشکل بیکاری که وجود داره، ترس از اینکه مثلا اگر ما صدای خود بالا بکنم ممکنه می کار خودم از دست بده. وقت همین نقل قرارداد پیش ما میرسه ما خود ما میفهمیم که وقتی کار زیر چه رقم در نظر گرفته، بیمه صحیش چطور است، رخصتیش چطور است، اندازه معاش چه رقم است. اینج بدون از یک شخص عارض باشه ما خودمون نظر به صلاحیت‌های قانونی مداخله میکنیم و باید اسناد هم در ثبوت هم در دست داشته باشن. یعنی چون فعلا در خلال ادارات خصوصی نظارت که از قانون کار صورت میگیره شما بخش اجرایی نیستین و مثل که پیشتر گفتین که ما کسی را به محکمه و به سران وجود کرده نمیتونیم. بازنگری که در قانون کار صورت پیشنهاد شده و صورت خواهد گرفت اینمی که بعد از این وزارت کار تنها نقش نظارت کننده نخواهد داشت، نقش تعیین کننده داره و هم خودش میتونه که برخورد قانونی خود داشته باشه و هم شخص متخلف را
ارگان های عدلی و قضایی میتونن درست بشن. مسئله معلولین شهدا و معلولین هم یکی از مسئله مهم افغانستان است، چون شهدا هم در افغانستان زیاد است و بازماندگان شما در ضمن معلولین هم. منتها کوتاه‌تر بفرمایید، شما سیستمی را که 50,000 متقاعد داخل سیستم برقی میکنین، یک ماه پیش کار شروع شده، تا بال کدام پیشرفت صورت گرفته در این سیستم؟ این از چند ماه پیش شروع شده که ما تونستیم 50,000 تثبیت بکنیم، شامل سیستم کنیم، و از این 50,000 که شامل سیستم شده ما در حدود 44,000 عملا کارت‌های بانکی دادیم که اینا از این طریق ماش خود گرفتن. خب و متبقی 50,000 که مانده اینا در آینده نزدیک از طریق می سیستم با ماشای خود خود گرفتن. صحیح. و بحث معلولین هم یکی از نگرانی های ماست. بله بفرمایید. که کمیسیون حقیقت‌یابی در ولایات ایجاد شد، کارهای خود بررسی کردن. آخرین گزارش که ما دیروز داشتیم، 30 ولایت افغانستان خوشبختانه تا دیروز را کلن بانکی شده ماشای معلولین. و چند ولایتی که مانده از جمله مثلا نورستانی که در اونجا نمایندگی بانک وجود نداره، و ما تلاش داریم که با اگر داره ما خبر نداریم اونا رو جستجو کنیم که اگر نمایندگی بانک وجود داشته باشه یا در آینده افتتاح شود که حداقل اونجا هم بانکی شود. نمروز مانده که با ختم بانکی سازی معاش معلولین در بخش شهدا و معلولین هم خوشبختانه مشکلات ما حل است و پروسه الکترونیکی است و کس فرصت برای خلق فساد یا آسیب پذیری در بخش نخواهد داشت. شما از کمیته ایجاد کمیته فساد مبارزه با فساد هم یادآوری کردین. فساد زیاد داره که در وزارت کار گفته بشه در این شعبه یا در بخش متقاعدین است و بخش معلولین باز خود همین بخش گمرک وزارت کار میگن. یعنی چگونه پیشروی فساد میگیرین؟ دلیلی که ما خواستیم در این کمیته مبارزه با فساد بیشتر از بیرون از وزارت کار ما اعضا داشته باشیم، منطقش دمی است که کارمندان داخل اداره ممکن ملاحظاتی داشته باشه، همکاری های با رؤسا با بخش همکارا داشته باشه، اما یک کسی که مثلا به نمایندگی از جامعه مدنی می او هیچ نوع رابطه بین از او کارگرای داخل اداره تعریف نشده و او بر مبنای همون مسئولیت ها و مکلفیت هایی که داره عمل میکنه، سیستم بررسی میکنه و در نهایت به رهبری وزارت گزارش میده که فلان سیستم اینی مشکلات داره و باید اینی هم راه حل هایشی بر مبنای ازمو رهبری وزارت تصمیم میگیره. و اما می دمی شعبه معلولین و شهدا و متقاعدین فساد که صورت میگیره به یک نام فساد سیستماتیک است، یعنی از رده بالا شروع یا از رده پایین شروع تا رده بالا میرسه. ممکن است که مبارزه جدی صورت بگیره در زمان اتهام سر معین صاحب وزارت کار است که در فساد دست دارن؟ خب حداقل وزارت کار هنوز همچو اسنادی در اختیار نداره که نشان بده که مثلا آقای اکس و یا زید دستش در فساد دخیل است، به دلیل از اینکه به محض دست داشتن همچو اسنادی که وزارت در اختیار داشته باشه، بدون شک نسبت به هر فرد باشه، حالا معین باشه، رئیس باشه، آمر باشه، تصمیم گرفته خواهد شد. یعنی وقتی که اسناد نیست به این معنی که فساد هم نیست. خب ما نگرانی داره، به می خاطرم کمیته مبارزه با فساد ایجاد میشه که ممکنه مواردی یعنی وجود داشته باشه. شما ممکنه. هم فکر میکنین که فساد جدی سیستماتیک وجود داره در داخل وزارت؟ خب ما پیش از اینکه بگویم که فساد سیستماتیک وجود داره، ما میگیم که ما آسیب پذیری داریم، آسیب پذیری بخش معلولین داریم، بخش متقاعدین داریم، بنابراین ما باید یک کمیته ایجاد بکنیم که این کمیته از دید بیرونی با یک فکر آرامتر بدون از یک روابط داخلی داشته باشه بین اداره رو بررسی بکنن، و اگر هم چه مواردی ممکنه وجود داشته باشه که ما خبر نداریم و از این طریق ما رو خبر شویم، ما از او استقبال میکنیم و در واقع فلسفه وجودی همی کمیته مبارزه با فساد اینمی است که ما از حد اقل یا حد اکثر امکانات استفاده بکنیم برای اینکه ما شفافیت تضمین بکنیم، پروسه ها رو کوتاه بکنیم تا اینکه در حق مردم جفای صورت نگیره. در این بخش ما پیشتر اشاره فرمودین که چند تن به سرانوالی هم معرفی شده، پسی بیان کننده عظمی است که فساد واقعا جدی است. خب وجود داشت، ما مواردی که شناسایی کردیم اونا رو ما به هیچ وقت از اونا دفاع نمی کنیم و اونا اسنادش به سرانوالی است، به محکمه است و خودشان هم امنیت ملی دستگیر کردن. سوال آخر، مسئله بودیجه، وقتی که پروگرام صد روزه رو با هر کدام از وزارتخانه ها در میز مطرح میکنیم، اونا میگن که بودیجه کافی وجود نداره،
بخش بودجه چقدر مشکل داره و آیا بودجه کافی وجود داره؟ بسیار کوتاه‌تر بفرمایید. ما تلاش کردیم که بر مبنای این بودجه که داریم برنامه 100 روز نخست تنظیم بکنیم که حداقل ما بعد از ختم 100 روز بهانه برای این نداشته باشیم که ما در بخش بودجه نداشتیم، بنابراین مثلا ایجاد کمیته نیاز به بودجه نیست. عمل شدن سیستم جدید تقاعد بودجه نمیخواد، بودجه از طرف بانک جهانی پرداخت شده. بانک سازی معاش مردم یعنی پروگرام 100 روز برای پروگرام 100 روزش بودجه داره. بله و در زمان ممکن است که در 100 روز هم پروگرام عملی شود؟ زمان ما درست تعیین شده؟ ما تلاش خود داریم، ما یک مقدار کار پیش از 100 روز انجام دادیم، بخش یعنی کارهای ما عملا شروع شده. این در خیلی از موارد ما برنامه 100 روزی که امروز وزیر سبرا کردن عملا کارش جریان داره. این ما منتظر از این نیستیم که ما بعد از ارائه برنامه کار 100 روز شروع بکنیم و نگرانی زیاد داشته باشیم، ولی ما تلاش داریم که این برنامه را عملی شود. تشکر بسیار زیاد، تشکر که در بحث ما بودید. قدر من دوستان تاس نه هم منن اچ تر دیدم موضوع مکمل تیا کرده تر بیا مال امش.